به این موضوع فکر کنین. شما دیشب توی خواب مردید. بدن و ذهن شما در یک بدن کپی از خودتون جایگزین شد. یک کپی که تمام خاطرات شما رو داره. من میگم این اتفاق افتاده. شما چطور میتونین ردش کنین؟ چطور میشه ثابت کرد که اینطور نبوده؟ ثابت کنین که دیشب نمردین و کپی نشدین. این یه آزمایش فکریه. آزمایش فکری از یک موقعیت فرضی و شاید مسخره استفاده میکنه تا بتونیم به عمق یک سوال فلسفی یا علمی دقیق برسیم. در این ویدیو از پاراگراف آزمایشات فکری رو مطرح میکنیم که کسی نمیتونه حلش کنه. قبل از اینکه ادامه بدیم پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هیچ بخشش رو رد نکنید، چون اگر چند ثانیه از این ویدیو رو از دست بدید تا انتهای ویدیو رو متوجه نمیشین. مطالب به هم ربط دارن. پس شروع کنیم. این آزمایش فکری رو تجسم کنید. آیا چیزی در شما وجود داره که غیر قابل تعویض باشه؟ اگه قرار باشه نوعی ربات یا کلون کامپیوتری جایگزین بدن، ذهن و خاطرات شما بشه، آیا این کپی جدید برای فریب دادن والدین، خواهر و برادر، بهترین دوست یا شریک زندگیتون کافیه؟ یا آیا یک قطعه حیاتی دیده نمیشه و درون شماست؟ مثل همون حافظه و خاطرات. چیزی که نشه اونو به شکل فیزیکی تعیین کرد. بیاین اینو گسترش بدیم. یک آزمایش فکری دیگه وجود داره که به کلون‌ها یا کپی‌های رباتی مربوط میشه. اما این بار این فقط شما نیستین که شبیه سازی شده، بلکه کل سیاره ما زمین شبیه سازی شده. تصور کنین که در جایی در فضا سیاره‌ای وجود داره که مشابه زمینه. ما این سیاره رو اسمش رو زمین دوقلو میذاریم. در زمین دوقلو یک کپی دقیق از همه چیزایی که توی زمین خودمون داریم وجود داره. هر شیء، مکان، حیوان، انسان، سلول، همه چی که اینجا هست روی زمین دوقلو هم هست. فقط یک تفاوت در این دو زمین وجود داره، اونم نحوه اشاره مردم به ترکیب شیمیایی آبه. در اینجا روی زمین میدونیم که کلمه آب یعنی H2O، اما فکر کنیم که توی زمین دوقلو کلمه آب ترکیب شیمیاییش XYZ، یعنی همه مردم روی زمین و زمین دوقلو میگن آب، ولی اگر ترکیب شیمیاییشون رو بپرسین متفاوته. حالا فرض کنین یک نفر روی زمین خودمون وجود داره، اسمشو میذاریم کوروش. توی اون سیاره دوردست عجیب که دوقلوی زمینه یک کوروش دوقلو هم وجود داره که دقیقاً در همون زمان به شیوهی یکسان عمل میکنه. یعنی اگر اینجا کوروش لیوانی رو بلند میکنه، کوروش دوقلو هم لیوانی رو بلند میکنه. تصور کنین تقاضای آب میکنن. هر دو ظاهراً یک چیز رو به زبون میارن. مثلا میگن لطفاً به من آب بدین. ولی اون چیزی که در زیربنای کلمه آب قرار داره در هر کدوم از این سیاره ها فرق میکنه. یعنی روی زمین H2O بود، روی زمین دوقلو XYZ، ولی بهش میگن آب. این رو توی ذهنتون نگه دارین. هیلاری پاتنام این آزمایش فکری رو انجام داد تا ثابت کنه که معنا در ذهن نیست. این واقعیت که دو نفر در سر خودشون ایده یکسانی دارن و این ایده برای هر کدوم از اونا معنای یکسانی داره، به این معنی نیست که اونها در واقعیت‌های فیزیکیشون دارن به یک چیز اشاره میکنن. معنا به همون اندازه که از دنیای بیرونی ما سرچشمه میگیره، از دنیای درون ما هم سرچشمه میگیره. این ایده خیلی شبیه گربه شرودینگره که ممکنه اسمشو شنیده باشین. اروین شرودینگر برنده جایزه نوبل توی یک گفتگو با آلبرت اینشتین این ایده رو مطرح کرد. کل داستان گربه شرودینگر رو میتونین سرچ کنین، کامل توضیح داده شده. ما اینجا خیلی کلی بهش اشاره میکنیم. ایده اینه که یک گربه‌ای درون یک جعبه زندانی شده. داخل جعبه یک شیشه سیانور، یک چکش و یک حسگر و منبع رادیواکتیو وجود داره. ذرات رادیواکتیو چون به صورت نامنظم تابش میکنن، نیمه عمر دارن. حسگر و چکش طوری تنظیم شده که در صورت تابش رادیواکتیو چکش شیشه سیانور رو بشکنه و گربه میمیره.
از اونجایی که فرمول نیمه عمر رادیواکتیو احتمال تابشش 50%، اگر در جعبه رو باز کنید، گربه 50% زنده است، 50% مرده. ولی نمیشه گفت یک گربه 50% سلولهای بدنش زنده است، 50% سلولاش مرده. پس موقع برداشتن در جعبه در یک لحظه تعیین میشه که آیا کلن گربه زنده است یا مرده. این آزمایش فکری به عنوان راهی برای کمک به درک مکانیک کوانتومی و نشون دادن نحوه تعامل دو ذره کوانتومی با هم ایجاد شد. درست همونطور که میشه قبل از باز شدن جعبه گربه رو هم زنده و هم مرده تصور کرد، یک ذره کوانتومی میتونه همزمان در دو مکان مختلف باشه و در هر مکان به روش‌های کاملاً مختلفی عمل کنه. این همون چیزیه که آلبرت اینشتین بهش در هم تنیدگی کوانتومی یا عمل در فاصله میگفت. اگرچه ما نزدیک به 100 ساله که درباره در هم تنیدگی کوانتومی میدونیم، اما هیچ کس نمیتونه توضیح بده که چطور یا چرا این در هم تنیدگی اتفاق میفته. این راز چندین نظریه رو به وجود میاره که یکی از اونها نظریه جهانهای متعدد یا چندگان است. نظریه‌ای که بعضی از افراد از گربه شرودینگر برای حمایت ازش استفاده میکنن. میگن وقتی که بالای جعبه بسته ایستادین، مطمئن نیستین که گربه مرده است یا زنده. افرادی که به جهانهای چندگانه معتقدن، میگن که در اون لحظه شما در بخشی از دو دنیای متفاوتید که موقعیت شما به طور موقت بین این دو جهان درگیر بوده و در لحظه‌ای که جعبه رو باز کردید و دیدین گربه زنده است، از دنیایی که گربه در اون مرده است جدا شدین. یعنی هر دو جهان وجود داره، اما شما از دنیایی اومدید که گربه در اون زنده است، ولی در دنیای دیگه‌ای یک نسخه از شما وجود داره که می‌بینه گربه مرده است. اما اون جهان دیگه کجاست و اون نسخه از شما اونجا چی کار میکنه هیچ کس نمیدونه. خیلی گیج کننده به نظر میرسه. تازه وقتی که این موضوع رو به زندگی خودتون ربط بدید بیشترم عجیب میشه. وقتی یک بار تجربه نزدیک مرگ داشتین، نظریه جهانهای متعدد میگه اتفاقا شما در یکی از این جهانها مردید، ولی از همون لحظه جهان منشعب شده و شما تونستین در این جهان زنده بمونید. یا وقتی نگران کسی هستین و فکر میکنین اتفاقی واسش افتاده، در اون لحظه جهان منشعب میشه. شما در این جهان میبینید که حالش خوب بوده و اشتباه فکر میکردین، اما در جهانی که از شما منشعب شده و نسخه دیگه ای از شما اونجاست، واقعا اتفاق بدی واسه دوستتون افتاده. حالا بیاین متغیری رو به یک آزمایش فکری اضافه کنیم تا ببینیم چقدر روی تفکر ما تأثیر میذاره. قطاری داره روی ریل حرکت میکنه. این قطار ترمزهاش از کار افتادن. جلوتر یک انشعاب در مسیر قطار هست و شما نزدیک انشعاب ریل قطار ایستادین. میتونین با تغییر اهرم ریل کاری کنین که قطار یا روی مسیر اصلی حرکت کنه و به درختی که روی ریل افتاده بخوره تا 5 سرنشین واگن جلو کشته بشن، یا اینکه مسیر قطار رو عوض کنین تا قطار از ریل دیگه‌ای به حرکتش ادامه بده، اما روی اون ریل یک بچه داره بازی میکنه. با این تغییر مسیر قطار به اون بچه میخوره و میسته. در نهایت این کودک میمیره، ولی اون 5 نفر واگن اول سالم میمونن. پس شما دو انتخاب دارید: یا بذارین قطار به مسیرش ادامه بده تا 5 نفر کشته بشن، یا مسیرش رو عوض کنید تا 1 نفر کشته بشه. شما باشین چی کار میکنین؟ دقت کنید، ما دنبال جواب درست نمیگردیم. اینجا چیزی به نام جواب درست وجود نداره. پس شاید بگین 1 نفر بمیره بهتر از اینه که 5 نفر بمیره. مسیر ریل رو عوض میکنم. خب، حالا بیاین اون متغیری که گفتیم رو به آزمایش اضافه کنیم ببینیم نظرتون تغییر میکنه یا نه. فرض کنید اون کودک روی ریل فرزند شماست. حالا چه تصمیمی میگیرید؟ شاید اینجا 5 نفر کشته بشن برای شما راحت تر باشه تا فرزند شما که 1 نفره. بریم سراغ یک آزمایش فکری معروف دیگه که به پارادوکس آرایشگر یا پارادوکس راسل معروفه. سال 1901 ریاضیدان انگلیسی به نام برتراند راسل یک پارادوکسی رو مطرح کرد تا کاستی‌های نظریه مجموعه‌ها رو نشون بده. ببینیم این پارادوکس چیه.
خوب دقت کنین. توی یک دهکده یک آرایشگر وجود داره. این آرایشگر ادعا میکنه که تنها مردانی از شهر رو اصلاح میکنه که اون مردان خودشون قادر به اصلاح موی خودشون نیستن. حالا چه کسی آرایشگر رو اصلاح میکنه؟ چون آرایشگر خودش قادر به اصلاح خودش هست، ولی ادعا کرده افرادی رو اصلاح میکنه که قادر نباشن. پس اگر خودش قادره، نباید خودش رو اصلاح کنه. کاری به بحث ریاضی این ماجرا نداریم، چرا که با محدود کردن نظریه مجموعه ها که مربوط به ریاضیاته و اصل این پارادوکس هم برای اون مطرح شده، یک پاسخ ریاضی نچندان جالب براش مطرح شد. ولی بحث ما بحث حل این معما نیست. ما داریم آزمایشات فکری رو بررسی میکنیم. اول ویدیو یک مطلبی رو گفتیم که میخواییم در انتها جمع‌بندی کنیم و دوباره بهش برسیم. اون مطلب رو دوباره تکرار میکنم. گفتیم این واقعیت که دو نفر در سر خود ایده یکسانی دارن و این ایده برای هر یک از اونا معنای یکسانی داره، به این معنی نیست که اونها در واقعیت‌های فیزیکیشون به یک چیز اشاره میکنن. معنا به همون اندازه که از دنیای بیرونی ما سرچشمه میگیره، از دنیای درون ما هم سرچشمه میگیره. حالا این موضوع رو با تمثیل غار افلاطون بررسی کنیم. یک غار هست که داخلش چند نفر زندانی شدن. این زندانی ها فقط دیوار روبروشون رو میبینن. توانایی برگردوندن سرشون رو ندارن که ببینن پشت سرشون چه خبره. در پشت سر تمام اینها یک آتش روشنه و جلوی آتش هم مجسمه هایی قرار داره. سایه این مجسمه ها روی دیوار میفته. هر زندانی برای این سایه ها اسمی انتخاب میکنه. اونا رو موجود خاصی تصور میکنه. تا اینکه یکی از زندانی ها زنجیرش باز میشه. سرش رو بر میگردونه. میتونه بیرون رو ببینه. از غار خارج میشه و با روشنایی واقعی آشنا میشه. میفهمه حقیقت اون نور و سایه ای نبوده که توی غاره. توی غار آتش بوده، نه یک نور واقعی. مجسمه بوده، نه جسم واقعی. برمیگرده به غار تا برای زندانیان توضیح بده بیرون و دنیای واقعی چه خبره. اما وقتی از حقیقت صحبت میکنه، زندانیان میگن تو دروغ میگی. باورش نمیکنن. در واقع افلاطون سایه هایی که هر زندانی روی دیوار میبینه رو به باورها و عقاید افراد نسبت میده. اینکه دیگران تمایلی به چالش کشیده شدن عقایدشون ندارن. هر کسی که واقعیت رو با اون چیزی که ما باور داریم متفاوت تفسیر کنه، ما بهش لقب دروغگو میدیم. هر چیزی در دنیای ما، همین دنیایی که برداشت کردیم و فکر میکنیم درسته، ممکنه فقط یک فرافکنی و درک نادرست از محیط باشه که عقایدمون رو شکل داده، مثل همون زندانی های درون غار. و این بود چندین آزمایش فکری که کسی جوابی براشون نداره و عقاید ما رو به چالش میکشه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.